میخواستم راجع به عمه اتی یا عمه خوشگله برات صحبت کنم، یه چیزایی که شاید ندونی. این خانومی که عکساشون رو پشت سر من میبینین عمه مامان بزرگم بودن که از سن خیلی کم با خانواده به اروپا مهاجرت کرده بودن و همونجا بزرگ شده بودن. به خاطر زندگی توی اروپا مدل لباس پوشیدن، آرایش مو و آرایش صورتشون با زنای ایرانی خیلی متفاوت بوده. به خاطر همین وقتی به ایران برمیگردن برادرزاده‌هاش بهش میگن عمه خوشگله. عمه خوشگله سفرهای زیادی رفته و عکسهای زیادی ازش ثبت شده. اما از یه سالی به بعد هیچ عکسی ازش دیگه وجود نداره. عمه خوشگله 3-4 سال قبل از به دنیا آمدن من فوت کردن. به همین خاطر من هیچ تصوری از پیریشون ندارم. میخوام برم ببینم با کی میتونم صحبت کنم و بپرسم چرا خانمی که این همه عکس ازش باقی مونده از یه سنی به بعد دیگه عکس نگرفته. توی عکس ها میگشتم، با اینکه این همه عکس از عمه خوشگله داریم ولی هیچ عکسی از پیریش نداریم. از یه سنی به بعد اصلا عکسی ازش وجود نداره. چون ایران نبود ازش عکسی نداریم، ولی سالای قبلش برای بابا سردار، عمو، شما عکساشو پست کرده بود. چرا دیگه از یه سنی به بعد ازش عکس نیست؟ عمه اکثر اوقات ایران نبود، همیشه میرفت خارج از کشور، بیشتر پاریس بود پیش 16 شوهرش. بعدم از عکس زیاد خوشش نمی اومد. وقتی که جوان تر بود بیشتر دوست داشت که ازش عکس بنزن. حدود اواخر دهه 40، شاید سال 50 باشه، از اون به بعد دیگه عکس نگرفته، بیرون نرفت، اصلا هیچ جا نمی رفت دیگه، خارج از کشورم نمی رفت، بیشتر می رفت پاریس پیش شوهرش. دیگه بعد از اینم که اون فوت کرد اکثر تو خونه بود. برامون از پیری عمه خوشگله بگو و اینکه چرا هیچ عکسی ازش نداریم از پیریش. عمه جون دوست نداشت عکس بگیره. البته من پیریش رو خیلی خوب یادمه، برای اینکه دیگه من بزرگ شده بودم، دبیرستان میرفتم یا دبیرستان تموم کرده بودم و عمه میومد خونه ما میموند. توی جمعی مهمونی شلوغی شرکت نمی کرد و اگرم مثلا توی یه جمع خصوصی بود میگفت نه از من عکس نگیرین. دوست نداشت دیگه عکس بگیره. شاید یه دلیل نمیدونم این بوده که زن زیبایی بوده در جوونیش و دیگه دوست نداشته که پیریش ثبت بشه. ولی من یادم که عمه بابا میرفت دنبالش، یه بارو خیلی خوبی یادمه که مینا براش اتاق درست کرده بود و آمد خونه ما با یه ساک خیلی قشنگ که توش انواع روب دو شامبر و پانتوفل و لباس و گردنبند و اینا گذاشته بود. اومد و حدود 6-7 روز یه هفته خونه ما موند. صبح بلمشا البته خیلی پیر و میدونی از اون ابهت افتاده بود، قدش کوتاه شده بود، خیلی لاغر بود، ولی هنوز شیکی خودش رو داشت. یعنی سعی میکرد که لباسای خوب بپوشه، با روب دو شامبر قشنگ از اتاقش میومد بیرون، صبحونش رو میخورد، بعد میرفت استراحت میکرد. بعد که برمیگشت میومد بیرون میدیدیم که یه دست لباس دیگه عوض کرده، در و تمیز و مرتب، چایی میخورد، عصری میشست و اینا، دوباره میرفت میخوابید. بعد شب صداش میکردیم میگفتیم عمه جون شام حاضره، تشریف بیارین شام بخورین. میدیدیم که یه کلایی، یه پری با سنجاق، گردنبند انداخته، سرش رو درست کرده، موهاش هم معمولا جلوش رو اینجوری لوله میکرد. دیگه خب آرایش اون موقع نمیکرد، اما لباس مرتب و
اکسسوریش رو همیشه داشت و ساعت و دستبند و انگشتر و گوشواره، میومد سر میز شام میشست. ما همه با لباس تو خونه، همه خیلی رسمی، آره میومد شام میخورد و دوباره میرفت میخوابید. خیلی حرف نمیزد ولی به طور کلی آدم جالبی بود. هنوز تو پیریش جالب بود به دلیل اینکه خب یه خود فرق داشت با زنای هم سن و سال خودش. والا بابا سردار اینا که خیلی کوچیک بودن، پدرشون فوت میکنه، مامانشون آنونو ما میگفت که مادر بزرگمون، میبردشون همه میرن، سه تا برادر بودن با عمه احترام سلطنه، با کی میرن به میرن اونجا و بچه ها میمونن سالیان سال، تحصیلاتشون تموم میشه دیگه، عمه همونجا شازده ازادی پیدا میشه، یعنی باهاش چیز میکنه، آشنا میشه و 17-18 سالش بوده اونجا ازدواج میکنه و دیگه اینا برمیگردن میان ایران و بابا سردار اینا میان ایران، ولی عمه اونجا میمونه. بعدن هم همینجور مرتب تون ازادی اونجا بود زندگی میکرد، اما میومد 3-4 ماه ایران بود دوباره برمیگشتش پاریس پیش شوهرش. ولی سال آخر دیگه تهران موندن. آره دیگه وقتی که سنش گذشت رو حدودن، آره دیگه وقتی که شوهرش فوت کرد دیگه خیلی کم میرفت، میرفت ولی خیلی کم میرفت، دیگه نمیتونست، خودش هم سنش رفته بود بالا دیگه مسافرت کمتر میرفت، ولی هر وقت که میرفت یه نفر با خودش میبرد، اون پسر پیشکارش رو نمیدونم اینا رو همراهش میبرد که مواظبش باشن. پس این که خیلی اهل مدن بودن این بود که پاریس زندگی میکردن اون سالا، با اروپا میگشت و واسه خودش زندگی میکرد چون بچه هم نداشت، زندگی خوبی داشت ولی تنها بود. سلام، من سیمین سردار هستم، دختر امیرعلی سردار، پدر نازنینم که تا اونجا که بودن فیلم و ویدیو و عکس و اینا از ما میگرفتن، از همه فامیل، از بزرگان فامیل، به خصوص عمه جون که ما بهشون گفتیم عمه خوشگله، از بس که ایشون زیبا بودن و خوش لباس و با وقار و خیلی خانم، خیلی زیاد. آره هر وقت میومد خیلی 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 شیک و مدرن میومد. آه یه چیز بامزه این که هر مثلا هر 4 ماه اینجا بود، 6-7 ماه اونجا، منتها هر روز که میخواست، روز پروازش بود میخواست بره، مثلا پرواز مثلا 6 صبح بود، اما از 2 بعد از نصف شب میرفت فرودگاه. پس شما همه رفتین؟ منم به عمم رفتم. چقدر بود میری؟ میگو خوب میرم که به اصطلاح پروازم ازت 5 ساعت زودتر دادم میرم فرودگاه ولی چی بشینه. هیچی میرفت اونجا و دیگه هر وقت میومد شیک بود خیلی. همیشه موهاشو جمع میکرد یه دونه گل گندم میزد اینجاش، خیلی علامت مشخصش بود. از طریق لباساش میفهمیدیم که چی ماده. البته ما کوچیک بودیم اون موقع، زیاد حالیمون نبود، ولی میفهمیدیم چی ماده، چه رنگی ماده، مثل حالا نبود که همه چی رو بدونن. چون یه همسری داشتم به اسم آقای عزودی و متأسفانه بچه‌ام نداشتم، ولی بچه‌ها رو خیلی دوست داشتم، به جمله من و برادرام که میرفتیم عید خونه‌شون، خیلی با مهربونی با ما برخورد داشتن، پذیرایی که همیشه ایشون خدمتکار داشتن، از ما پذیرایی میکردم به نحو احسن، روابط خیلی خوبی با پدر بزرگ من که برادرشون و خانومشون که مادر بزرگم بودن ایشون داشتن. میگم خیلی با همه روابط خیلی خوب و مهربانانه توام با متانت، واقعا روحشون شاد، یادشون گرامی، خیلی من دوستشون داشتم. از بچگی چی یادته؟ از خونه ای که زندگی میکرد، عیدا میرفتین اونجا، عید دیدنی؟
اما رو من خب بچگی اصولا آدم خاطراتش مبهمه. من عمه جون یادمه که یک زن قوی هیکل بلند قد پر ابهتی بود با صدای ببخشید با صدای مثل خودش با ابهت و خیلی شمرده صحبت میکرد. راستشو بخوای من یک کمی ازش میترسیدم به دلیل اینکه میگم یه هیبتی داشت، هیبتناک بود. نارسیس از مادام میترسید، زن عموجون احمد، من از عمه میترسیدم. ولی با همه بچگی یادمه که چقدر متفاوت بود. همیشه کلاه سرش بود، همیشه لباسای مرتب میپوشید. و چیزی که تو خاطر منه این بودش که ایدا میرفتیم خونش، خونش رو یادم میاد، خونه شمالی داشت، تو امیرآباد بود. در خونه باز میشد به سمت حیاتی که خب اون موقع که من بچه بودم به نظرم میومد که این حیات باید خیلی بزرگ باشه، شایدم خیلی بزرگ نبود، بچگی من بود. گلکاری و درخت و ورودی وارد حیات می شدیم، پله می خورد می رفت بالا. بعد از پله ها وارد یک راه روی می شدیم که سمت راستش اگر خاطرم باشه دقیقا نشیمن بود که معمولا خودش می شست یا خصوصی ترا رو پذیرایی می کرد. سمت چپش مهمون خونه بود یا سالن بود. معمولا ایدا می رفتیم توی اون سالن. خب اسباب و وسایل زندگیش خیلی اشرافی بود، خیلی گران قیمت بود. معمولا مبلمانش همه چوب بود، چوبای گردو بود. وسایل تزئینیش خیلی زیاد بود، گلدونا و شمدونای زیادی تو ویترین و اطراف دیده می شد. یادمه که چوبای قهوه‌ای با رویه مخمل قرمز تا اونجایی که من یادمه دکوراسیون خونش بود. بعد خب با بچه هم زیاد حرف نمی زد، می اومد یه شکلاتی شیرینی تعارف می کرد به من، منم نگاهش می کردم بر می داشتم. پیانوش خوب یادمه، یه پیانو انگلیسی قدیمی بسیار زیبا داشت و خب معمولا خودش پذیرایی نمی کرد جز اینکه خیلی خصوصی بودیم، چون معمولا خدمتکار داشت. خانمایی بودن که می اومدن چای می آوردن توی استکانایی با انگاره نقره و سینی نقره و میگم این چیزایی که خیلی مبهم به یاد من مونده، ولی مونده. و همین از خونش این چیزا یادمه و از خودش هم صلابتش، جذابیتش. در عین اینکه من ازش میترسیدم بسیار تحسینش میکردم، برای اینکه تو چشم یه دختر بچه کوچیک میدیدم انقدر از سر تا پایین آراسته و شیک و متفاوت با همه. واقعا من یادمه که یه پیانو داشتن گوشه اتاق، من گفتم عمه جون من عاشق این پیانوتونم. میگفتم هر وقت من مردم این پیانو مال تو. ولی من با این پیانو خیلی به قول الان حال میکنم، خیلی ریلکس میشدم که زمانی که پیانو میزدم خیلی بهم آرامش میداد. رو هم حساب میکنم مثلا من مردم مال تو، که من همون موقع شاید 7-8 سالم. اون چیزی که از خونه عمه به خاطرم هست، خیلی هم یادش میافتم، اینه که وقتی میرفتیم خونهش همیشه روی میز اتاق مهمون یه سری شیرنیایی بود که لاش مربا بود. من از اون موقع تا به این سن هر وقت شیرنیایی که لاش مربا سو نمیدونم قدیمیه و اینا رو میبینم یاد عمه و اون خونه. اصلا اون خونه بوی خاصی داشت، عمه اتی خونش.
اولا که خودش که بوی عطر لردوتان رو میداد همیشه، و بوی اصلا توی خونه، اون هوای اون خونه بوی خودش رو داشت، و من هر وقت که فکر میکنم برمیگردم اونجا میگم دوباره یه نفس عمیق میکشم، میگم آه این بوی مثلا اونجاست. لباس بود همش از مزونای معروف لباس میپوشید، همیشه خیلی زندگی لاکچری خیلی خوبی داشت. ما کوچولو بودیم هممون، بعد خونهشون یه باغچه، درست یادم نیست کجا بود، باغچه با شازده که زندگی میکرد، با شازده عزادی، باغ بزرگی بود. بعد ما میرفتیم اونجا، میخواست ماها رو ببینه، همه رو میگفت به مامان من، میگفت همه بچه ها رو بیار من ببینم. ما چهار تا بودیم، بعد میرفتیم اونجا، یارو پیش خدمته میومد یه سینی میآورد، دستکش سفید عمه دستش میکرد تا نصفه، بعد اون وقت سگش رو میآورد، اسمش بیجو بود، این یه دست رو سگه میکشید، من میگو حالا برو. یعنی سگی نبود که تو بغلش بیاره، خیلی هم سگ کوچولو مامانی بود. سگشون هم اینجوری ناز نمی کردن، دستکش دستشون نه نه مثل من که هاپی رو ناز میکنم، ناز نمی کردن. البته من اینو از مینا شنیدم، از دنیا جون شنیدم، خودم اینو ندیدم، این صحنه رو یادم نیست، شنیدم که یه سگ داشته به اسم بیجو و خب تو دست و بالش هم نبوده، هر وقت که میخواسته که ببینتش خدمتکارا میووردنش و دستکش سفید دستش میکرده، بیجو رو ناز میکرده و بعد میبردن. اینو من خودم ندیدم، من اصلا بیجو رو ندیدم، شاید به سن منو به خونه امیرآباد و اینا قد نمیده، نمیدونم. در زمینم اضافه کنم، زمانی که ایشون به سن میان سالگی رسیده بودم، اصلا دیگه دوست نداشتن ازشون عکسی یا فیلمی گرفته بشه. ما به عقیده ایشون احترام میذاشتیم، برای همین عکس فقط از جوانیاشون داریم. البته این عقیده ایشونه، ایشون مسنم شده بودن، همونجور زیبا و جذاب و عمه خوشگله بودن. چه سالی فوت کردن؟ دقیقاً بگو الان چه سالی هست مادر؟ من خودم پیشم چه سالی فوت کرد؟ نمیدونم، حدوداً 64، 63 یه همچی چیزایی. آره آره درست یادم نیست، یادم من و مینا گفتن که عمه حالش بده، ما رفتیم بیمارستان جمع، بعد دیدیم که اون پیش خدمتش آوردنش اونجا، ولی دیگه حالش خیلی بد بود که دیگه تموم شد. نمیدونم دقیقا سالش و ماهش رو نمیدونم، اصلا یادم نیست. از بابا سردار بزرگتر بودن؟ آره از همه بزرگتر بود، اول اون بود، بعد عمو خامخانا بود، که بعدم که بابا سردار با برادرش که دو قلو بود، احمد علی خان و حسین علی خان، اونا دو قلو بودن. آره ولی بعد از بابا سردار فوت کرد، بعد از بابا سردار. آره عمر طولانی و خوبی داشتش، خیلی خوب زندگی کرد و تمام اون قسمتی که یه مسجد ساخت، نمیدونم خیلی کمک میکرد به اونایی که نمیدونم، ولی خب دیگه مسجد ساختن همونجا تو امیرآباد، اون مسجدی که هستش تو نمیدونم کجا، سال من یادم نیستش، اونو عمه ساخت، یعنی پولش رو از اون گرفت. دیگه چیز دیگه یادت نمیاد بخوای اضافه کنی؟ من چیز به غیر از اینایی که گفتم فقط یادم زمانی که فوت کرد، همه زندگیشو بخشیده بود قبلش به
خدمتکارایی که اونجا کار میکردن و آخر عمرش مواظبش بودن. خب اینجور که معلومه میشه نتیجه گیری کرد که زن بسیار خیر و خوبی بوده و خب غیر از این که بچه ای نداشته و وارثی نداشته، اما خب به کسایی که آخر عمر بهش خدمت کرده بودن اونم در ازا جوابی داد و خدمتی کرد.